در سال 1990 وقتی شورولت کوروت زی آروان رو نمایی کرد، یک لقب براش گذاشتن و بهش گفتن کوروت جهنمی، چون در اون زمان پرقدرت ترین کوروت تاریخ بود. این نسل چهارم کوروت بود. نسل پنجم کوروت زی آروان رو اصلا گذاشتن کنار، اما در نسل ششم دوباره این نام جهنمی رو بهش برگردوندن و زد رو دست قبلیه و دوباره شد پرقدرت ترین کوروت تاریخ. نسل هفتم هم همین اتفاق افتاد تا رسیدیم به سال 2024، یعنی الان. همین دیروز نسل هشتم زی آروان رونمایی شد و دوباره همه رکوردها رو شکست و شد پرقدرت ترین کوروت تاریخ. زی آروان کاملا جدید نه تنها پرقدرت ترین کوروته، بلکه پرقدرت ترین خودروی جنرال موتورز هم هست. حالا این همه قدرت میکنیم، چقدر اسب بخار داره؟ این زی آروان 1064 اسب بخار قدرت داره که از یک موتور 5.5 لیتری 8 سیلندر توین توربو میاد. این موتور همون موتوریه که روی زیو 6 نصب شده، کوروتی که قبلا کلیپش رو تو پارس جی تی ساختیم، اما اون تنفس طبیعیه، این توین توربوه. این اولین باره که روی موتورهای کوروت توربو نصب شده. تا به حال یا همه تنفس طبیعی بوده یا سوپر شارژ. از مهندسان جنرال موتورز پرسیدن چرا سوپر شارژ نذاشتین روش؟ گفتن برای اینکه وزنش زیادی میرفت بالا، برای همین توین توربو گذاشتیم که خیلی راحت تر اسب بخار بالاتری به دست بیاریم و وزنش هم اونقدر بالا نره. باید بدونید که نسل هشتم کوروت، یعنی از سال 2020 به بعد، موتور اومده وسط ماشین. جنرال موتورز با این کارهاش کوروتو یه جورایی چند رده برده بالاتر و تقریبا رسونده به ردیف مکلارن و فراری و پورشه، مخصوصا مدل‌های زیو 6 و زی آروانش. شاید بگین کوروت که کیفیتش نمیتونه به اونها برسه، اما برای مدل 38 یا همین نسل 8 سنگ تموم گذاشتن از لحاظ کیفیت. تودوزیشو به شدت مجهزتر و با کیفیت‌تر کردن، چون کوروت‌های قدیمی تودوزی ساده داشت، ولی اینو کیفیتشو بردن انقدری بالا که بتونه با یک مکلارن یا یک پورشه رقابت کنه. داخل کوروت‌های نسل 8 یک طراحی بسیار جالب داره و اون اینه که همه چیز به طرف راننده است، حتی کنسول. بعضیا میگن این دیواری که بین راننده و شاگرد کشیده شده یه حس خلبانی جنگنده رو میده و بعضیا خوششون میاد. فرمون کاملا فیبر کربن، تودوزی‌های آلکانترا و چرم و مهمتر از همه مصرف کمترین پلاستیک داخل این ماشین‌ها، که مشکل قدیمش هم همین بود، پلاستیک زیاد توش بود. وقتی بیرون ماشین رو نگاه میکنی، زی آروان همه چیش نسبت به کوروت های دیگه منحصر به فرده و یه جورای داد میزنه که من زی آروانم. منو با زیو 6 یا استینگری اشتباه نگیرید. یک بال غول‌پیکر که دارید میبینید، سپر فیبر کربنی با بالچه‌های بزرگ که قیافه خشنی به ماشین داده، کاپوت مخصوص زی آروان که فشار باد سپر جلو رو رد می‌کنه، گلگیرهای پهن‌تر در عقب که از فیبر کربن ساخته شدن، سپر عقب هم دقیقاً مثل سپر جلو منحصر به فرد، قیافه جالب خشن و دیفیوزر زیر فیبر کربنی. حتی اگزوز این ماشین هم مخصوص زی آروانه که هم پهن‌تره هم رنگش سیاهه. اگر از شیشه عقب داخل کوروت رو نگاه کنی، از توی شیشه موتور LT7 رو میبینید. همین چیزاست که کارشناسان میگن این ماشین به راحتی میتونه با مکلارن و فراری مقایسه بشه، چون این واقعا دست کمی نداره. درسته که اسم شورولته و مثلا شورولت ملبو هم همین اسمو داره، اما باید بدونید که کوروت کارخونش اصلا جدا از شورولت. در ایالت کنتاکی در شهر بولینگ گرین جنرال موتورز کارخونه ای داره که فقط کوروت میزنه و خیلی هم افتخار میکنن که این کارخونه فقط کوروت میزنه.
یکی از چیزهای منحصر به فرد این خودرو اینه که رینگ‌های فیبر کربنی داره، چیزی که حتی روی پورشه و مکلارن و فراری نمیتونی گیر بیاری. مثلا کونگزگ رینگ‌های فیبر کربنی داره که اونم یک هایپرکار چند میلیون دلاریه. زیاروان یک آس دیگه هم داره، ترمزاش کربن سرامیکه. جنرال موتورز خواسته کاری کنه که این در مقابل اونها کم نیاره. مهندسان جنرال موتورز با این خودروشون یه متلک هم به فورد و دوج انداختن. میدونید که دوج هلکت و دیمن داریم، فورد هم موستانگ جی تی 500 داریم که خیلی قوی و پرقدرتن. جنرال موتورز به رقباش گفته شما قایق میسازین، اینا ماشین نیست، چون سنگینه، اگر بخوای سری بپیچی چپ میکنی. کوروت ما پرقدرته و سبکم هست و توی پیست بی نظیر عمل میکنه. واقعا هم درست میگن، چون کوروت زیاروان با وجود اینکه بیشتر از 1000 اسب بخار قدرت داره، یک ماشین سبک پیستی بی نظیره. کارشناسانی که این خودروها رو با هم مقایسه کردن میگن زیاروان عالیه، قدرتش دیوانه کننده است، اما زیو 6 رو ترجیح میده. زیو 6 یه پله از زیاروان پایین تره و 670 اسب بخار قدرت تولید میکنه، اما طرفداران کوروت میگن 670ه بهتره، چون میتونی ازش لذت ببری. اما اون که 400 اسب بخار بیشتر داره اصلا نمیشه سوار شد، نیشه گاز بهش بدی میخواد 200 تا بره و همین رانندگیشو سخت میکنه. حالا زیاروان چنده؟ هنوز قیمت اصلی رو اعلام نکردن، ولی کارشناسان تخمین میزنن قیمت از 150 هزار دلار شروع میشه و میره نزدیک 200 هزار دلار. نمیشه بگیم چند تا براتون بپیچیم، چون نمیشه پیچوندش. با آرزوی بهترین ماشین ها برای زیر پاهاتون.